بیانیه مشترک تشکل‌ها، نهادها و جمع‌های دانشجویی درباره جنگ افروزی جمهوری اسلامی. جنگ افروزی جمهوری اسلامی را نجات نخواهد داد. ما مردم ایران در حال حاضر در جنگ با جمهوری اسلامی هستیم و باید حکومت اسلامی را سرنگون و انقلاب زن زندگی آزادی را به پیروزی برسانیم. جمهوری اسلامی علاوه بر سرکوب در داخل کشور، سال هاست که با جنگ نیابتی و تقویت گروه های اسلامی همپیمانش در منطقه از طریق سپاه تروریستی پاسداران زیست می کند و با بحرانزایی به عمر ننگین خود ادامه می دهد. هرچند قدرت موشکی که سالها جمهوری اسلامی رجزخانی اش را می کرد حالا تبدیل به مضحکه داخلی و جهانی شده، اما نفس واکنش نظامی رو به اسرائیل هرچند که از روی ناچاری و ضعف انجام شده باشد پیامها و پیامدهایی دارد. پیامدهای داخلی و بین المللی فرار رو به جلوی جمهوری اسلامی. هدف اصلی رژیم اسلامی در این اقدام ایجاد فضای امنیتی و نظامی و تلاش برای سرکوب مبارزات پیگیر و اعتراضات عموم مردم علیه وضع موجود و در قالب انقلاب زن زندگی آزادی است. در واقع جمهوری اسلامی می‌خواهد صورت مسئله مبارزه مردم برای سرنگونی بر بستر انقلاب را به جنگ بین دو دولت تغییر دهد. در بعد بین المللی نیز خوب می‌دانیم که جمهوری اسلامی از این پس در منگنه طرد و انزوای جهانی قرار خواهد گرفت. آغاز حمله پهپادی و موشکی به خاک یک کشور دیگر، آن هم اسرائیل، تنوع بالایی به گزینه‌های روی میز دولت اسرائیل و متحدانش علیه رژیم خواهد داد. البته این مسئله مشکل اصلی جمهوری اسلامی نخواهد بود، چرا که دشمنان اصلی این حکومت ما مردمی هستیم که مبارزین راه گسترش بیهجابی و نابودی حکومت آپارتایت جنسی و جنسیتی و مدافعین حق رفاه و آسایش و یک زندگی انسانی هستیم. ما عمیقاً به این مسئله باور داریم که مبارزه ما دانشجویان و مردم تحت سرکوب و استثمار برای سرنگونی حکومت اسلامی و پیروزی انقلاب زن زندگی آزادی کلید حل بحران پیش روست، بحرانی که سایه یک جنگ ضد انسانی را بر سر مردم ایران و اسرائیل انداخته است. ما باید حتی با وجود فضای جنگی به صورت گسترده‌تر و قدرتمندتر در این مبارزه پیشروی کنیم. اما چه باید کرد؟ جمهوری اسلامی با این شکست مفتضحانه در عرصه نظامی و بین المللی و بدون داشتن حداقلی از حمایت مردمی در داخل کشور نمیتواند و نه قصد دارد که وارد یک جنگ تمام عیار شود. از طرفی با افزایش خشم مردم در همین 48 ساعت گذشته قطعاً برابر موج گسترده اعتراضات مردمی که دیر یا زود گریبانش را خواهد گرفت ناتوانتر از گذشته خواهد بود. جنگ جمهوری اسلامی و دولت اسرائیل به هیچ عنوان گزینه مطلوبی نیست. اما در صورت وقوع هر گونه جنگ و درگیری نظامی، ما همچنان راه مبارزه سراسری و تسریع روند انقلاب را پیش خواهیم گرفت. تسخیر خیابان‌های سراسر کشور باید به دست ما صورت بگیرد، نه رژیم اسلامی. ما در روزها و هفته‌ها و ماه‌های اولیه انقلاب زن زندگی آزادی با اعتراضات سراسری و تظاهرات اعتراضی نشان دادیم که این توان را داریم. لذا باید در دانشگاه‌ها، مدارس، تمامی محیط‌های کاری از کسبه و بازاریان گرفته تا مراکز تولید و کارگاه‌ها تا بخش‌های خدمات عمومی خودمان را سازمان دهیم و جامعه را به سمت اعتصاب سراسری و اعتصاب عمومی ببریم و به موازات با اعتراضات سراسری جمهوری اسلامی را از کار بیندازیم. همچنین خواسته ما از ایرانیان خارج از کشور مبنی بر ادامه مبارزه جمعی برای تحقق 4 امر مهم است. اینکه شما ایرانیان آزادیخواه خارج کشور از فعالین و چهره‌هایی که هم دغدغه مردم داخل کشور هستید و همچنین از گروه‌های فعال زن زندگی آزادی در شهرهای سراسر جهان
از سازمان‌ها و احزاب سیاسی که هم راستا با منافع مردم مبارز ایران هستید می‌خواهیم که با برپایی تجمعات و تظاهرات اعتراضی زمین را زیر پای جمهوری اسلامی داغ کرده و از مبارزات ما مردم داخل کشور پشتیبانی کنید. شما می توانید دور جدیدی از اعتراضات جهانی را علیه جمهوری اسلامی سازمان دهید. اعتراضاتی که بساط جمهوری اسلامی در خارج از ایران را جمع کند. در همین راستا باید فشار سیاسی زیادی بر دولت‌های جهانی گذاشت که خواسته‌های ما مردم ایران که واضحاً در انقلاب زن، زندگی، آزادی مطرح شدند را به رسمیت بشناسند. 1. قرار دادن سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در لیست تروریستی بین‌المللی. 2. طرد، انزوا و بایکوت کامل جمهوری اسلامی از مجامع بین‌المللی. 3. تعطیلی کامل سفارتخانه ها و اخراج سفرای جمهوری اسلامی از تمام کشورهای دنیا. 4. شناخته شدن جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت آپارتاید جنسی و جنسیتی که در آن زنان جنسیت دوم حساب می شوند و کویرها LGBTQIA+ اصلاً حق زندگی ندارند. امروز اگر برنخیزیم سیاهی به خانه تک تک ما خواهد آمد. جمهوری اسلامی نابود باید گردد. پیروز باد انقلاب زن، زندگی، آزادی. 28 فروردین 1403. امضا کنندگان: تشکل‌های دانشجویی، تشکل دانشجویان پیشرو، تشکل آزاداندیشان جندی شاپور، نهاد آزادیخواهان دانشگاه تهران شمال، کمیته سراسری دانشجویان کردستان، نهاد مستقل دانشجویان دانشگاه آزاد اصفهان، اتحاد دانشجویان دانشگاه الزهراء، اتحاد دانشگاه صنعتی اصفهان، جمعی از دانشجویان و فعالین دانشگاه اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشگاه آزاد شهر قدس، دانشگاه فنی مهاجر اصفهان، دانشگاه شیراز، دانشگاه کردستان، دانشگاه فنی یزدانپناه، دانشگاه فنی دخترانه سنندج، دانشگاه خارزمی کرج، دانشگاه ملایر، دانشگاه بهشتی تهران.